سخنان و حکایه های تأمل برانگیز خواجه نظام الدین عبیدالله زاکانی، یکی از ستارگان فروزان آسمان شعر و ادب و از بزرگترین لطیف پردازان و نقادان چیره دست نامدار ایران در قرن هشتم هجری تقدیم شما دوستداران علم و ادب. خورجین شخصی را دزدیدند و اموال او بر باد رفت. مردمان بگفتند سوره یاسین بخوان که با خواندن آن مال پیدا شود. مال باخته بگفت کل قرآن به یک جا درون خورجینم بود. گربه ای از خانه شیخی مرغی به دندان گرفت. در حال فرار شنید که زن شیخ فغان سر داد و گفت حاج آقا گربه مرغ را برد. شیخ با خونسردی گفت ملالی نیست زن، قرآن را بیاور. گربه با شنیدن این سخن بلا فاصله مرغ را رها کرد و گریخت. از او پرسیدند تو را چه پیش آمد که مرغ را رها کردی؟ گفت شما اینان را نمی شناسید. اکنون یک آیه از قرآن پیدا می کند و فردا بالای منبر گوشت گربه را حلال اعلام می کند. خواب دیدم قیامت شده است. هر قومی را داخل چاله عظیم انداخته و بر سر هر چاله نگهبانانی گمارده بودند الا چاله ایرانیان. خود را به عبید زاکانی رساندم و پرسیدم این چه حکایتی است که بر ما اعتماد کرده نگهبان نگماردند؟ گفت می دانند که به خود چنان مشغول شویم که ندانیم در چاهیم یا چاله. خواستم بپرسم اگر باشد در میان ما کسی که بداند و عزم بالا رفتن کند؟ نپرسیده گفت اگر کسی از ما فیلش یاد هندوستان کند بهتر از هر نگهبانی لنگش را کشیم و به ته چاه بازگردانیم. قلمی از قلمدان قاضی افتاد. شخصی که آنجا حضور داشت گفت جناب قاضی کلنگ خود را بردارید. قاضی خشمگین پاسخ داد مردک این قلم است نه کلنگ. تو هنوز کلنگ و قلم را از هم باز نشناسی؟ مرد گفت هرچه هست باشد، تو خانه مرا با آن ویران کردی. روزی عربی نزد قاضی رفت و گله کرد که مردی پارسی کفش او را در مسجد دزدیده است. قاضی سخن او را شنید و گفت پرونده بسته شود. حاضران شگفت زده از قاضی پرسیدند چرا این گونه حکم کردی؟ قاضی گفت نه عرب کفش می پوشد و نه مرد پارسی به مسجد رود. سگی را گفتند از چه روی شما را نجس نامیدن؟ سگ با پوزخندی پاسخ داد ما از زمانی با فتوا نجس شدیم که پاچه دزدان شهر را گرفتیم. عبید زاکانی می گفت گویند چون خزانه انوشیروان عادل را گشودند لوحی دیدند که 5 سطر بر آن نوشته شده بود: هر که مال ندارد آبروی ندارد، هر که برادر ندارد پشت ندارد، هر که زن ندارد عیش ندارد، هر که فرزند ندارد روشنی چشم ندارد، هر که این 4 را ندارد هیچ غم ندارد. دزدی مقدار زیادی پول دزدید. دزد دیگری هم به کاهدان زد و مقداری کاه دزدید. هر دو را گرفتند و نزد قاضی بردند. قاضی دزد پول را آزاد کرد و دزد کاه را به 2 سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرد. کاه دزد به وکیلش گفت چرا قاضی پول دزد را آزاد کرد و من که فقط مقداری کاه دزدیدم به 2 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شدم؟ وکیل گفت آخه قاضی کاه نمی خورد. در مراسم ختمی مردان زیادی جمع شده بودند. شخصی از صاحب عزا پرسید چی شده؟ گفت الاغم جفتک زده زنم را کشت. گفت این همه جمعیت برای تسلیت آمدند؟
گفت نه، برای خریدن الاغ آمدن. عبید زاکانی معتقد بود روزی که مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز قضاوت و مسخره کردن دیگران، هیچ چیز گناه نیست جز حق و ناز، هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران، هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت، هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست، هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق، هیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی و بدی، هیچ سعادتی بالاتر از آگاهی نیست. آخوندی را گفتند خرقه خیش را بفروش. گفت اگر صیاد دام خود را فروشد به چه چیز شکار کند؟ یکی اسبی به عاریت خواست. گفت اسب دارم اما سیاه است. گفت مگر اسب سیاه را سوار نشاید شد؟ گفت چون نخواهم داد همینقدر بهانه بس است. دزدی در خانه فقیری می جست. فقیر از خواب بیدار شد و گفت ای مرد، آنچه تو در تاریکی می جویی ما در روز روشن می جوییم و نمی یابیم. مردی با نردبان به باغی می رفت تا میوه بدزدد. صاحب باغ پرسید و گفت در باغ من چه کار داری؟ گفت نردبان می فروشم. گفت نردبان در باغ من می فروشی؟ گفت نردبان از آن من است، هر کجا که بخواهم می فروشم. مؤذنی بانگ می گفت و می دوید. پرسیدن که چرا می دوی؟ گفت می گویم که آواز تو از دور خوش است، می دوام تا آواز خود بشنوم. سلطان محمود پیری ضعیف را دید که پشتواره خار می کشد. بر او رحمش آمد. گفت ای پیر، دو سه دینار زر می خواهی؟ یا درازگوشی یا دو سه گوسفند یا باقی که به تو دهم تا از این زحمت خلاصی یابی؟ پیر گفت زر بده تا در میان بندم و بر درازگوش بنشینم و گوسفندان در پیش گیرم و به باغ روم و به دولت تو در باقی عمر اونجا بیاسایم. سلطان را خوش آمد و فرمود چنان کردند. مردی را پسر در چاه افتاد. گفت جان بابا، جایی مرو تا من بروم تناب بیاورم و تو را بیرون کشم. مردی خر گم کرده بود، گرد شهر میگشت و شکر میگفت. گفتن چرا شکر میکنی؟ گفت از بهر آنچه که من بر خر ننشسته بودم، وگرنه من نیز امروز 4 روز بودی که گم شده بودم. خود را از بند نام و ننگ برهانید تا آزاد توانید زیست. شخصی خانه‌ای به کرایه گرفته بود، چوب‌های سخت بسیار صدا می‌کرد. به خداوند خانه از بهر مرمت آن سخن بگشاد. پاسخ داد که چوب‌های سخت ذکر خدا می‌کنند. گفت نیک است، اما می‌ترسم که این ذکر منجر به سجده شود. شخصی از مولانا عزالدین پرسید که چون است که در زمان خلفا مردم دعوای خدایی و پیغمبری بسیار می کردند و اکنون نمی کنند. گفت مردم این روزگار را چنان ظلم و گرسنگی افتاده است که نه از خدایشان به یاد می آید و نه از پیامبر. برکت عمر را در روشنایی چشم و فرح دل را در مشاهده زیبایان بدانید. شخصی تیری به مرغی انداخت، خطا رفت. رفیقش گفت احسنت. تیرانداز برآشفت که مرا ریشخند می‌کنی؟ گفت نه، می‌گویم احسنت اما به مرغ. عربی با 5 انگشت می‌خورد. او را گفتم چرا چنین می‌خوری؟ گفت اگر به 3 انگشت لقمه برگیرم دیگر انگشتانم را خشم آید.
یهودی از نصرانی پرسید موسی برتر است یا عیسی؟ گفت عیسی مردگان را زنده می کرد، ولی موسی مردی را بدید و او را به ضربت مشتی بیفکند و اون مرد بمرد. عیسی در گهواره سخن می گفت، اما موسی در 40 سالگی می گفت خدایا گره از زبانم بگشای تا سخنم را دریابند. روزی سه خسیس با هم خربوزه می خوردند و فقیری طرف دیگری آنها را نظاره می نمود. برای آنکه هیچ کدام دلشان نمی آمد از سهم خود به اون فقیر بدهند، یکی گفت روایت است که چیزهایی که بخشش اون کراهت دارد یکی انار است و دیگری خربوزه. دومی گفت همچنین روایت است که خربوزه را باید اونقدر خورد که خورنده را جواب کند. سومی گفت و نیز روایت است که هر کس سر از روی خربوزه بلند نکند به وزن همون خربوزه به گوشتش اضافه می شود. وقتی خربوزه تمام شد باز نتوانستن از پوستش دل کنده برای فقیر بگذارند. یکی گفت دندان زدن پوست خربوزه دندان را سفید و اشتها را زیاد می کند. دومی گفت پوست خربوزه چشم را درشت و رنگ پوست را براق می کند. سومی گفت دندان زدن پوست خربوزه تکبر را کم و آدمی را به خدا نزدیک می نماید. و آنقدر دندان زدن و لیف کشیدن تا پوست خربوزه را به نازکی کاغذی رساندن. فقیر که همچنان آنان را می نگریست گفت من رفتم که اگر دقیقه دیگر در اینجا بمانم و به شماها بنگرم می ترسم با روایات شما پوست خربوزه مقامش به جایی برسد که لازم باشد مردمان را به جای ورق قرآن در بغل بگذارند و تخمش را تسبیح کرده با آن ذکر یا قدوس بگویند. مردی با سپری بزرگ به جنگ با دشمنان رفت. از بالای قلعه سنگی بر سرش زدند و سرش را شکستند. برنجید و گفت مردک کوری؟ سپر بدین بزرگی نمی بینی و سنگ بر سر من می زنی؟ مردی حجاج ابن یوسف را گفت دوش تو را به خواب چنان دیدم که اندر بهشتی. گفت اگر خوابت راست باشد در آن جهان بیداد بیش از این جهان باشد. دوسترین مردمان در نزد تو کیست؟ گفت آن که شکمم را سیر سازد. گفت من سیر سازم، پس مرا دوست خواهی شد یا نه؟ گفت دوستی نسیه نمی شود. مجردی و قلندری را مایه شادمانی و اصل زندگانی دانید. از مزیت‌های پشتگردنی این است که خوشخلقی می آورد، خمار از سر به در می کند، بدرامان را رام می سازد، توش رویان را گشاده رو نموده و دیگران را می خنداند و خواب از چشم می رو باید و رگهای گردن را استوار می سازد. مردی از کسی چیزی بخواست. او را دشنام داد. گفت مرا که چیزی ندهی چرا دشنامم رانی؟ گفت خوش ندارم که توی دست روانت کنم. شخصی با دوستی گفت که مرا چشم درد می کند، تدبیر چه باشد؟ گفت مرا پارسال دندان درد می کرد، برکندم. کسی مردی را دید که بر خری کند رو نشسته. گفتش کجا می روی؟ گفت به نماز جمعه. گفت ای نادان، اینک سه شنبه باشد. گفت اگر این خر شنبه ام به مسجد رساند، نیکبخت باشم. خواجه نظام الدین عبیدالله زاکانی، شاعر و لطیف پرداز نامدار ایران در قرن 8 هجری است. وی از خاندان زاکانیان بوده و زاکانیان تیره ای از اعراب هستند که به قزوین مهاجرت کرده و آنجا ساکن شده بودند. وی به لحاظ وضعیت اجتماعی آن روزگار به طنز روی آورد و نظم و نثر خود را وسیله حمله به عرفها و عادات نادرست و مفاسد و معایب طبقه مشخصی از اجتماع قرار داد.
او در حدود سالهای 771 و 772 هجری قمری زندگی را بدرود گفت. مجموع اشعار جدی که از او باقی است و در کلیات به طبع رسیده است از 3000 بیت تجاوز نمی کند. با وجود اینکه عبید زاکانی شاعر بوده است، همگان نام او را با طنز و هزل و عجین و اغلب عامه او را به لطایفش می شناسند. دیوان لطایف او شامل اخلاق الاشراف، ریشنامه، صدپند، ترجیع بند، تزمینات و قطعات، رباعیات، رساله دلگشا، موش و گربه، سنگ تراش می باشد. در این میان موش و گربه شهرت بسیار داشته و ریشنامه و صدپند از همه لطیف ترند. محل دفن او به طور دقیق مشخص نیست و قبرش به روایتی در ماهان کرمان قرار دارد. روحش شاد و یادش ماندگار. سپاسگزارم از همراهی گرم شما دوستان مهربان.